مسئله وهابیته. ما در مورد وهابیت یا چی میده بودن اینا تا اینکه مثلا خدا قسمت این کرد میشه مثلا همه بشه این سفر رفتیم مکه. بله وقتی که رفتم مکه به اصلا خلاصه شو بگم متوجه شدم پیامبر اسلام و امامان ما همه وهابی بودن. بله و این تفکری که به اصلا تو کلم ما بود و تو فکر ما بود اونجا اصلا عمل شد، چون اخلاق رفتار قرآن نماز خوندن اینجور چیزایی که ما از اینا دیدیم مثلا آدم های خلافکار و چنان معتاد و اینا نبودن و ندیدیم ما مثلا تعجب کردم. و من پیشنهاد بکنم که حتی شیعه ها هم بیان شیعه مثلا یه را و شیعه وهابی هم داشته باشیم. بله که بسیار به نظر من خیلی مناسب است و اخلاق رفتار اون چیزی که من دیدم، حالا شاید وهابی های اون چیزی که تو فکر ما جای دیگه است و من اون چیزی که مثلا فرض کنم در مورد یه ریگی شنیده بودم یا دیده بودم که اون بیشتر مسئله سیاسی بود تا دینی. بسیار من اونجوری تو ذهنم بود، ولی وقتی که رفتم اونجا دیدم که نه چنین چیزی نیست و اخلاق رفتار و قرآن خوندن اونها نماز خوندن و اهمیت دادن بله ظواهر رعایت شده اینا شما بهتر از ما بودن. خواهش میکنم آیه علیزاده دو دقیقتون تموم هست، من عذرخواهی میکنم، سوال شما کاملا تبیین شد و منعقد شد. جواب بنداد شما رو به خدای بزرگ میسپارم از اینکه با برنامه خودتون حبل المتین تماس گرفتید، از شما سپاسگزارم. ایشون ظاهرا سفری رو به مکه داشتند و ابراز میکردن که خب من چیزهایی رو در مکه دیدم که در مثلا کشور خودمون که شیعه هستن بعضی اینها رو نمیبینم. اون ظاهر نمازهای اونها، قرائت نمازشون که میخوانن بسیار زیبا و دلپذیر هست و اینکه خب به نماز اهمیت ویژه‌ای میدادن و مسائلی که ایشون دیده بودن. ایشون میگفتن اونجا به ما گفتن که خود حضرت علی و ائمه هم اینها در اصل وهابی بودند و همون عقاید وهابی ها را داشتند و حالا برای ایشون شبهه شده بود با این ظاهری که دیده بودند که آیا نکنه واقعا ائمه ما هم وهابی بودند و ما داریم خلاصه این موضوع رو به صورت دیگری مطرح میکنیم. اول در این رابطه صحبت بفرمایید. اولا برای این که این عزیزانی که میرن مکه فقط اطراف بیت الله الحرام یا همون مسیر بین محل سکونتشون تا بیت الله الحرام رو میبینن، من از این تعبیر خیلی پوزش میطلبم و آدرسم نمیتونم دقیق بدم چون میترسم از قبیل اشاعه فحشا باشه. بله ولی ما در یکی از همین شبهای ماه رمضان که اونجا بودیم صحبت شده اینها فحشا در خود مکه مکرمه حداقل در 3 کیلومتری 2 کیلومتر نیم در زیر یکی از پلها که اگر بگم می‌درستم اشاعه فحشاست، اونجا بعد از ساعت 12 یکی بعد از نیمه شب زنان و افراد فاحشه می آمدن اونجا و خودمون با چشم خودمون دیدیم. جوانهای عرب هم می آمدن اونجا چک چونه می زدن و سوار می کردن می بردن. اینها رو هم یعنی خودتون مراجعه کردید که ببینید حقیقت داره یا نه. بله. من باور نمی‌کردم در مکه مکرمه بوده منطقه این ظواهر رو دولت عربستان سعودی حفظ میکنه یا اون ظاهری که ایشون مثلا در عربستان دیده قرائت قرآن آنچنانی. حالا جالب اینه که چند روز پیش یکی از عزیزان از عربستان اومده بود میگفت اون فردی که امام جماعت هست و اونجا نماز میخونه که قرائت خیلی زیبایی داره چند هفته است که اون صلوات رو بدون آل محمدش میفرسته توی تشهدش. خب. که اونها هم صلوات رو با آل محمد میگه اگر نگید اصلا نماز اشکال پیدا میکنه. بله. ولی میگفت چند هفته هست ایشون یه بدعت جدیدی ایجاد کرده و صلوات رو دیگه آل محمد رو هم نمیفرسته. ما یفعل ما یفعل ما یفعل ما یفعل ما یفعل ما یفعل